آصف آشنا مطلب جالبی را در صفحه خود نوشته کرده که من فکر میکنم که خواست میلیون ها انسان وطن ما باشه. این مطلب ما سرآغاز صحبت امروز برای شما انتخاب کردیم. آصف آشنا نوشته کرده چی پاسخ دارید و مردم چگونه شما را ببخشند؟ آقایان خطاکار، چی بخواهید و چی نخواهید در مقابل مردم پاسخگو هستید، چون مسئولیت این فجایع و ویرانی متوجه شما می باشد. شما هستید که نهادهای امنیتی کشور را گروگان بازی های شوم و شرورانه ایتان گرفته اید. مثلا اول، آیا برای بازی های سیاسی خطاکارانه و تباری که در نهادهای امنیتی را انداخته اید چه پاسخی دارید؟ مردم می دانند که شما برای اعمال برنامه های قومی و تباری در وزارت دفاع چی بازی های رسوا و شرورانه ای را به اجرا که نگذاشتید. مردم به خاطر دارند که چه کسانی را به عنوان نامزد برای وزارت دفاع به پارلمان معرفی کردید. نامزدانتان برای وزارت دفاع به چی تبار قومی تعلق داشتند و چرا هیچگاه از مرز تباری و محاسبات قومی فراتر نرفتید؟ سوم، چی ظرفیت ها و کادرها در ارتش حضور داشتند و دارند که شما به دلایل ملاحظه قومی و تباری هرگز به معرفی کردنش به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع نکردید؟ چهارم، برای این که معصوم استانگزی رو به عنوان سرپرست در وزارت دفاع افس کنید با قانون سرپرستی چی کردید؟ پنجم، مزهکه و نابغه به نام طارق شاه بهرامی را با چه مکانیزم به دگر جنرالی رسانیدید و سپس به کرسی وزارت دفاع نصبش کردید؟ آیا توان دفاع از مکانیزم ترفیع طارق شاه بهرامی را در خود میبینید؟ اصلا چی برخورد قابل دفاع می باشد؟ آیا متوجه تأثیر چنین برخوردهای نادرست بر روحیه منصوبین اردو هستید؟ ششم، چرا جنرال مراد و جنرال فوزی از ساختار ارتش و وزارت دفاع حذف شدند؟ چرا در فصل جنگ جنرال مراد را به وزارت داخله بردید؟ هفتم، با نهاد امنیت ملی چی کرده اید؟ اولش، معصوم استانگزی را با چی بازی های رسوایی داخلی و با چی لابی ها و رایزنی های سفارت های خارجی به کرسی امنیت ملی رسانیدید؟ بعد، در چهار سال گذشته امنیت ملی از نگاه رهبری و مدیریت دستخوش چی مسائل شده است و چی کسانی به عنوان نیروی جوان وارد ساختارها شدند که کار و پیکار امنیتی اصلا نیروی کار محاسبه نمی شوند؟ هشتم، چقدر وقت و انرژی رئیس امنیت ملی صرف بازی‌های سیاسی درون نظام شده است؟ نهم، گارنیزیم در خاطره و حافظه تاریخی مردم ماشین نظامی دستگاه جهنمی خاد رژیم گذشته برای سرکوب صدای اعتراض و ماشین حذف رقیبان سیاسی خادست‌ها معنا می شود؟ حالا شما بگویید که با چه اهداف گارنیزیم را دوباره فعال کرده اید؟ گارنیزون در 3 سال گذشته چی نقش در تأمین امنیت در شهر کابل داشته و چی نقش در سرکوب اعتراض های مدنی؟ فکر کردید که مردم فراموش کردند که گارنیزون در کجای سرکوب جنبش روشنایی و رستاخیز تغییر قرار داشت و دارد؟ دوم، برای پرونده های چون سقوط کندوز 400 بسر رجال بردسته قول اردوی 209 شاهین میرزاولنگ فاریاب اچین نگرهار و سایر پرونده های از این دست چی پاسخ دارید؟ اگر تمام پرونده های از این دست را فهرست کنم بیش از 50 تا می شوند. 11، تروریستان را گله گله از زندان ها رها کردید، بر خون مردم و حق مردم پا گذاشتید. موقعی که جنرال قدم شاه شهیم رئیس استاد ارتش بود با وضاحت گفت که بیش از 70% تروریستانی که از زندان ها رها شدند دوباره در خط اول جنگ برگشتند و این
یعنی شما در تقویت خط اول جنگ نقشی اساسی را داشته اید. حالا چی پاسخ دارید تا مردم شما را ببخشند؟ چند روز پیش از قول جنرال رازق قماندان امنی قندهار در رسانه ها آمده بود که حمله کننده اخیر در قندهار زندانی آزاد شده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بوده است. و جنرال رازق چی پاسخ داده اید؟ بازدهم حکمتیار را از مفیگاهش به کابل کشانیدید. این که چی نقشی برای صلح و تجدید نفرت بازی کرده است را مردم دارند. اما گذشته از ترویج ادبیات نفرت از سوی حکمتیار، این آقا از رسانه های کشور فتوا صادر می کند که عملیات استشهادی جواز دارد. ما در گذشته هم کرده ایم و در آینده نیز استشهادی خواهیم کرد. در این خصوص چی پاسخ دارید؟ و گپ اخیر، حوصله مردم را سر نبرید. دنبال رویارویی باطل شده و تاریخ تیر شده ابقای اجمنی نروید. برای تداوم سلطنه تباری و تکمیل کردن فصل ناتمام عبدالرحمن، فصل ناتمام داود و فصل ناتمام ملا عمر تلاش نکنید، چون اگر مجبور کردید مردم فصل ناتمام عبدالحلی مزاری و فصل ناتمام شهید احمد شاه مسعود را در دستور کار خود قرار خواهند داد. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است، کارت از استخوان گذشته است. چه پاسخی دارید و مردم چگونه شما را ببخشند؟ تو گفتیم نامی بود از آقای آصف آشنا که در آخر چنین تمام میکند. آقایان خطاکار، چی بخواهید و چی نخواهید در مقابل مردم پاسخگو هستید، چون مسئولیت این فجایع و ویرانی متوجه شما می باشد. شما هستید که نهادهای امنیتی کشور را گروگان بازی های شوم و شرورانه ایتان قرار دادید. اگر قبول ندارید که کارت از استخوان گذشته و احتمال توسل به فصل ناتمام مسعود و مزاری دارد برگشت ناپذیر می شود، با شاه حسین مرتضوی بگویید که ویدیوی را برایتان پیدا کند و نشان بدهد که در روز حمله به مرکز ثبت احوال نفوذ، مرد جوان و خشمگین در جریان پخش زنده از طلوع نیوز خطاب به اشرف غنی گپ زد و در ختمش تاکید کرد که فهمیدین یا نفهمیدین.